معلوم شدن جزئیات مهم از حمله و کنسولگری ایران در هرات، واکنش تند نصیر فیاض در پیوند به بدرفتاری ایرانیان با مهاجرین افغان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. خبر مهم که همین لحظه به دسترس ما قرار گرفت، جزئیات آتش سوزی در مزار شریف. یک سخنگوی پلیس طالبان در ولایت بلخ میگوید که یک شنبه 21 مرداد آتش سوزی در یک انبار مبل و فرنیچر در مرکز این شهر 1,000,000 افغانی خسارت وارد کرده و از حریق اجناس دیگر به ارزش 4,000,000 افغانی جلوگیری شد. محمد آصف، وزیر سخنگوی فرماندهی امنیه دولت اسلامی طالبان در شهر مزار شریف، از خسارت 1,000,000 آتش سوزی روز گذشته در این شهر خبر می دهد. این مقام امنیتی ولایت بلخ می گوید ساعت 6 بجای عصر دیروز در انبار فروشگاه مبل و فرنیچر احمدی واقع در ناحیه ششم شهر مزار شریف بر اثر اتصال لین های برق آتش سوزی رخ داد. به گفته او، در این آتش سوزی تقریبا 1,000,000 افغانی به مالک مبل و فرنیچر احمدی خسارت وارد شد و از حریق اجناس به ارزش 4,000,000 افغانی جلوگیری صورت گرفت. آقای وزیری یادآور شد که بیشتر اموال در زودترین فرصت توسط تیم مجادلوی اطفای فرماندهی امنیت ولایت بلخ نجات داده شد. عدم رعایت مسائل ایمنی و نبود امکانات استاندارد از عمدترین موارد وقوع آتش سوزی در مراکز تجارتی کشور محسوب می شود. جزئیات مهم از حمله به کنسولگری ایران در هرات. منابع آگاه در هرات می گویند معترضین در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات از برخ اهالی روستاهای اطراف شهر هرات بودند که به صورت از قبل برنامه ریزی شده و با به همراه داشتن کیسه های سنگ در مقابل نمایندگی ایران حضور یافته و در خلال اعتراضات اقدام به سنگ پراکنی به سمت در و پنجره های خدمات کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات نمودند. نیروهای محافظ نمایندگی ایران با شلیک فیرهای هوایی و پراکنده کردن این افراد داشتند که در نهایت با حضور مولوی اسلامجار والی حکومت سرپرست افغانستان در هرات در مقابل نمایندگی سیاسی کشورمان این قائله ختم شد. واکنش نصیر فیاض در پیوند به بدرفتاری مرزبانان ایرانی با افغانهای مهاجر. تصاویر اخیر ظلم و شکنجه علیه افغانها در ایران احساسات زیادی از هموطنان ما را جریحه‌دار ساخته است. هرچند صحت و سقم بعضی ویدیوها را با عجله نمیتوان تایید کرد، اما فراموش نکنید که دید ایرانی ها نسبت به افغان ها غالبا نفرت برانگیز و تحقیرآمیز بوده است. در این اواخر بحث ایران ستیزی و شعارهای انتقام جویی از ایرانی ها میان افغان ها نگران کننده است. فراموش نکنید که میلیون ها افغان هنوز هم در ایران مهاجرند و هر لحظه ممکن است انتقام جویی و ایران ستیزی ما زندگی افغان ها را در ایران با خطر مواجه کند. به نظر من بهترین انتقام تلاش برای اتصال همه اقوام و زبان ها با تعریف منافع ملی ما در افغانستان است. بهترین انتقام نشانه گرفتن آن خائنین هایی است که در 20 سال گذشته نان از افغانستان خوردن، اما تلاش برای منافع ایران در خاکشان نمودند. باور کنید هنوز هم در میان خود شما کسانی هستند که تمام افغانستان را فدای یک خواست کوچک ولایت فقهی و منافع آخوندهای ایران می کنند. تا زمانی که از هویت ملیتان فرار کنید و این هویت را از خود ندانید و به دنبال باز تعریف آرمانگرایانه هویتی باشید که خواستگاه آن از تهران منشأ گرفته است، نه ملت خواهید شد، نه مردم قابل احترام و نه مهاجر بدون رنج و توهین. هنوز هم میان باسوادهای جامعه ما بحث افغان و افغانستانی بیشتر از فقر و توهین ایرانی ها داختر است. هنوز هم برخی ها بی‌شرمانه به دلیل حماقت لجوجانه زبانی و مذهبی نفرت عمیق ایرانی ها نسبت به هموطنانشان را توجیه می کنند و این همان نقطه عذاب است که افغان ها همواره کم ارزش
و نایبان جنگ منافع دیگری در خاک خودشان ساخته شدند. نصیر فیاض همچنان نگاشته است: پاسبانان منافع ایرانی در افغانستان. شبه در مورد نقش کشورهای همسایه در قبال بحران افغانستان بحث زنده تلویزیونی داشتیم. در این بحث با مهمانانم علل و چرایی مداخله اوریان این کشورها یعنی ایران و پاکستان را در تدام بحران افغانستان بررسی می کردیم. یکی از مهمانانم که دانش آموخته رابطه بین الملل بود تا توانست تلاش کرد از حقوق نفوذ یعنی مداخله ایران در قبال افغانستان دفاع کند. وقتی از استودیو بیرون شدیم بر روال معمول مهمانانم را تا خروجی تلویزیون همراهی می کردم و ازش تکرارا و با تعجب پرسیدم: چطور ممکن است یک دانش آموخته ما حق دهد کشور همسایه در امور داخلی کشورش مداخله کند؟ خیلی واضح گفت: اگر ایران از حق اقلیت مذهبی ما در افغانستان دفاع نکند، هیچگاه ما را در احرم سیاست فاشیستی افغانستان راه نمیدهند. حالا جان مسئله در همین جاست که سیاست بازان ما یا جاهلند یا فاسدند و یا هم خائنین، و تاریخ سیاسی ما بر همین منوال دوران کرده است، به گونه ای که سیاست بازان ما برای کنار زدن حریف سیاسیشان از قدرت روایت های قومی سر دادن، بحث های مذهبی خلق کردن و یا در محدودیه کوچک ساختن دیدگاه سمتی یا در آغوش تعلقات زبانی به نام لرابر در ازلای منافع پاکستانی فرو رفتن، یا با بحث های همتباری دستورات منافع ترکیه را در قاعده های پان ترکیز مانور دادن، یا برخی ها به نام زبان و سم تاجکستان را ترغیب به مداخله می کنند، و یا هم نمادهای آخوندی ایران را بر منافع کشور و مردمشان محدوده همفکری مذهبی گره می زنند و تقدس می دهند. حتی برخی از آنها خون فرزندان افغانها در جبهه فاطمیان ایران در سوریه را منزلت مذهبی دادن و توان آن را هموطنان بیگناهمان در غرب کابل با خون پرداختن. پس تعجب نکنید که نه تنها ایران بیشتر از این برخوردها انسانی تر با مهاجران افغانستان داشته باشد، بلکه ارزش افغان در هیچ کشور مسلمان منطقه بیشتر از این نیست و نخواهد بود. خطیبزاده بر حفاظت از امنیت سفارت و کنسولگری های ایران در افغانستان تاکید کرد و نسبت به طراحی های توطئه‌گران و بدخواهان کشور ایران و افغانستان هشدار داد. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.